درود بر همیانان ارجمند شاهین نژاد هستم همراه دوست گرامی شهرام آریان در 15 نشست بررسی تحلیلی تاریخ ایران معاصر از نگاه جنبش رنسانس ایرانی خدمت شما هستیم رسیدیم تا آخر دوره رضا شاه تو دور رزاشا فکر میکنم چند نشست رو گذراندیم به خاطر اهمیتی که داشت و امروز فکر میکنم که میتوانیم که به شهری بره بیست و رخدادهای پس از اون و آغاز دوره ممرزاشا بپردازیم ما نشست پیشین بحث رو اونجا پایان دادیم تقریبا که با وجود اینکه گفته میشه که در زمان رزاشا گرایش شدیدی به آلمان هیتلری در ایران وجود داشت دستیکم کم در نزد دولت مردم و سیاست محوری رزاشا بر این پایه بود این رو رد کردیم و گفتیم این گونه نبوده دولت دولت ایران کاملا بیطرفی خودش رو در دوره جنگ نشون داده و حفظ کرده و کارشناسان و مستشارانی که در ایران بودند که آلمانی ها هم بودن ولی اتریشیا بودن هلندی ها بودن از اسکاندیناوی از سوئد بوده جای دیگه هم بودن عموماً از کشورهای می آمدن که یا از کشور برگزیده می شدن که در ایران پیشین استعماری نداشتن مثل روس و انگلیس و به هر حال طبیعی بود که کشوری که میخواد دوباره تحت چیرگی و نفوذ شدید این دوتا قرار نگیره برای کارهای صنعتیش هم کشورای غیر از شوروی و انگلستان بره به حال در این مورد که ما قربانی شرایط جنگ شدیم و کشورمون مورد تجاوز قرار گرفت شود گفت دیگه تردید و گمانی نیست و دستکم این بخش تقصیر خود ما نبوده شهرام جان درود و آیا با این گزارشی که من گفتم موافقی درود جان درود و بینندگان بله دیگه روی هم رفته من باره پیش گفتم که به گذار زمان مد شده یعنی مد نه از آغاز اینجوری بوده تو ایرانی های مسلمان <applause> که هر رویدادی رو با یک عینک بسیار یک سویه بررسی میکنن نسبت به اون فرجامی که حتما میخوان بهش برسن و اون گروه هایی که از رضا گلایه داشتن حالا یا کسایی بودن که از مهتران قاجار بودن به کنار گذاشته شدن یا واقعا به دموکراسی مجلس باور داشتن و از این گلایه داشتند که چرا اون کنار رانده شده یا از مهتران ایلات بودن هر چی بودن بعدا به گذار زمان مجموعه منتقدین رضا رو برساختن و اونا دیگه وقتی به اون دوران نگاه میکنن با نهایت اه، اه، یک سویگی و منطق شکنی هر چیزی رو که دیگه گمان میکنن که بیشتر میتونن بهره برداری کنن واسه اینکه بیشتر رضا شاه رو کوچک نشون بدن اونجوری به کار میبرن یکی از این داستان هم این داستان همکاری با آلمان هاست که اون مایه مثلا حمله این اون شده که من بهش گفتم خنده داره یعنی اونا متفقین چاقودم گلوشون بود سال چهل، چهل و یک، چهل و دو مرگ و جلو چششون می دیدن. سه سال تمام سال چهل و سه به اون ور تازه دم افقها پیروزی رو میشد بوش و برد تازه اون موقع معلوم نبود ببینید این جنگ جهانی دوم جنگ بسیار کشنده بود برای فرنگی ها سال چهل تا چهلو که اصلا معلوم نبود همش خود انگلیسی ها و حتی امریکایی که دور آدور امیدوار بودن که اینا سقوط نکنند و روسا در حال نماز از زلزله خوندن بودن هر روز چون واقعا معلوم نبود که همین فردا چی خواهد شد سال 43 به اونورم که متفقین کم کم رو سنگینی پیروز افتادن معلوم نبود آلمان از نظر تکنولوژیکی تو بیشتر بخشا از متفقین 10 تا 18 سال جلوتر بود مهم. یعنی سال 44 میلادی ام، هواپیماهای جتی که آلمان ساخت تو حالت آزمایشی دیگه تموم شد تستای استیج سه و 4 هم گذروند و دیگه رفت واسه انبوه احتمالی <applause> که وقتی خبرش رسید به متفقین دیگه از ترس دیگه شب خوابشون نمی برد و شروع کردن بمبارونه ها رو ده برابر کردن واسه اینکه جلو انبوهسازی این, این ساختا رو بگیرن مال مستر شمیت بود مال هنکه بود مدل های گوناگون بودن که اگه به مرحله انبوه سازی می رسید همون وسط سال چهل و 44 میلادی دوباره جنگ رو برمیگردوند درست درسته که متفقین میزان تولیدشون پنج برابر آلمان بود که این به تنهایی با تمام کشور صنعتی جهان تنها در افتاده بود ولی اگه این مدل ها به انبوه سازی می رسیدن، یه دونه شون تمام حبابه مای حمله متفقین رو مثل پشه میزد از آسمون می چون اونا سرعت پروازشون از 600 650 700 کیلومتر فراتر نمیرفت این تا نزدیک هزار میتونست بره هزار کیلومتر و به خاطر این با مانور از کنارشون رد میشد و تخت تخت تخ مثل پشه میزد همه رو می پایین آلمانیا دوباره سال 44 برتری هوایی رو به دست می وردن. با به دست آوردن برتری هوایی بیگمان تمام جبهه دوباره جنگ برمیگشت یه همچین جنگی بود که تا شش ماه با آخرش هم هنوز معلوم نبود تا تا اون شش ماه آخر هم ترس متفقین گرفته بود که نکنه هایزنبرگ و دیگران زودتر به بمب اتمی برسن نه. اونجا معلوم نبود حتی تا شش ماه به شکست آلمانیا مونده که برتری تولیدی متفقین شاید که ده به یک یا دوازده به یک شو بود و بخش بزرگی از آلمان بمبارون و خاکستر شده بود به خاطر برتری تکنولوژی که این قوم کوچک اینا نمیدونستن که نکنه زودتر دستونو به بمب اتم برسه درست. پس از جنگ بود که تازه فهمیدن که نه اینا عقبتر بودن و اونا تو لوس آلاموس برنامه جلوتر بودن ولی موشکش رو ساخته بودن موشک که لندن بزنه تمام شهرهای روسیه رو بزنه رو موشک نسل بعدی ویدو داشتن کار میکردن که نیویورک رو بزنه و امید این بود که حتی از موزه آلمان شکست خورده شکست خورده شکست خورده اگر بمب اتمی یک ماه زودتر از متفقین هم به دستشون برسه تمام شهرها رو به بمب اتمی ببندن خب یه همچین جنگی که تا سه ماه با آخرش مونده آدم داره هر شب میلرزد ترس به خودش تو این عصبیت بعد اون موقع مخالفین رضا شاه میان میگن که آره نه این اگه یه خورده ارتباطاتش با این ور بهتر بود با اون ور بهتر بود جمله مثلا جمله متفقین رو میگرفت یه جور دیگه باشون مدارا میکرد خودشون گفتن خودشون هم باورشون شد من توی این نمونه فقط این نایه خود بیشتر شکافتم و متفقینم گفتم ما از مرحله پرد شدیم هر کدوم از نکات بش بشکافی تو جزئیاتش که بری اون موقع میبینی که بخش بزرگ داستان چقدر بیربته تنها مسئله اصلی که هواداران رضا شاه و مخالفان رضا شاه باید میشستن در موردش صحبت میکردن که به همدل الله و در مورد همه چی صحبت میکنن به جز این یکی درست حسابی اینه که چون بقیه پرت و پلاس هستن تمام داستان ها اصلا بی ربطه فقط یه مطلب با ربطه که این باور رضا شاه که درونن به این باور داشته که با یک دستگاه اتوریتر میشه بهتر به نیازهای اون روزگار ایران اون روزگار نه الان یا آینده یا قرن 22 دوم اون روزگار ایران بهتر پاسخ داد توی دستگاه اتوریتر تا در دموکراسی پارلمانی آیا این برآورد ایشون 80 درصد درست بوده یا 80 درصد غلط بوده یا این باید بشنن همش در مورد این صحبت کنند و با هم به توافق برسند که یک بار این پرونده تاریخی رو ببندن از این صحبت میکنن اونایی که مخالفشان براشون از قبل ثابت شده است که دموکراسی اون زمان کار میکرد که برای من ثابت شده نیست <applause> نمیگم نمیشد ها یه درصدی میشد شاید پنج درصد نمیدم چقدر ولی احتمال این که کامیاب بشه و بتونه مشکلات فرهنگی کشور رو باید تغییر بده و کشور رو سر و سامان بده اونم همه تو فشار زمانی چون کشور عقب مانده بود فشار زمان من شک دارم اونایی هم که هوادارشن بررسی نکرده میگه آقا چاره ای نبود مردم کچل بودن کور بودن احمق بودن فقط همین آقا این که نشد بررسی مم. شما به جای که تمام مدت یا بهش دشنام بدید و تحقیرش کنید اون یکی ها رو میگم یا قربون صدقش برید بشنید پای میزهای بررسی تاریخی این نکته فلسفی رو دشوار رو این دشوارم هست آنالیز کنید که نیاز بود یا نبود اون کاری که کرد بله. حالا اگر آدم به این نتیجه برسه که نیاز بود آدم خب موقع یه خورده اون فشار و اون انتقاد و اونایی رو که دیگه هر روز بهش دشنام میدن و باید بگی بکشید پایین ولی به این معنام نبود که اون کارهای اشتباهی رو دیگه نه، نه، حتما باید میکرد که تو نیمه دوم که من بار پیش گفتم من فکر میکنم اگر... کنم جان توی چلا دو سال گذشته هرچی از انقلاب گذشت و هرچی به امروز نزدیکتر شدیم مقدار زیادی این ابرها کنار رفت علا رقم تبلیغات بسیار سنگین بسیار سنگین از سوی حکومت و حتی از سوی برخی از مخالفان حکومت که باز مخالفان سیستم پیشین بودن و مسئله با تاریخ معاصر یه پدرکشتگی و گرد و خاک کردن و یقی گرفتنه شما هر چی داره میگذره ویژه برای نسلی که اصلا ندیده رضا شا رو شدن بررسی نداشته به این خرد جمعی رسیده چه حالا کسانی که پژوهش میکنن چه کسانی که پژوهش نمیکنن احساسی تر حرف میزنن که برای اون روزگار بهترین و کارآمدترین روش همون روشی بود که با اقتدار و تقریبا با فشار جامعه رو رو به تغییر ببره غیر از اون عملی نبود یا به جای مثلا 16 سال رضا شاهی احتمالاً 160 سال نیاز داشت مرتبه که در مورد اومدن متفقین گفتیم <applause> شهرام با توجه به اینکه دیدیم که متفقین از ایران میخواستن بهره بگیرن برای کمک رساندن به شوروی برای اینکه که جده ارتش آلمان سقوط نکنه بعدا لقب پل پیروزی را به ایران دادن فکر میکنم حمله و اشغال ایران برای متفقین اجتناب ناپذیر بود یعنی اگر که به جای متین دفتری مثلا رضا شاه یک نخست وزیر خیلی فرض کنه انگلوفیل هم اونجا میگذاشت فکر میکنم تصف... تفاوتی نمیکرد در در که رخ داد چون اونا میخواستن کشور در اختیار بگیرن هم نیاز به سوخت داشتن هم نیاز به گذار داشتن از این منطقه گذر از پایین جنوب به شمال و استفاده از راهن تا برسونن کمک ها رو به از طریق قفقاز به داخل روسیه یکی از سخنانی که عنوان میشه حالا اونو که منصفن کمتر میگن این است که چرا ارتش ایران در زمان حمله متفقین ایستادگی نکرد و رو پس نزد ما میدونیم که لشکر قرب در کرمانشاه ایستادگی کرد نیروی دریایی کوچکی که رضاشاه با سختی و دشواری تشکیل داده بود ایستادگی هایی کرد که همشون هم از میان رفتن حتی فرمده نیرو دریایی بایندور کشته شد و یکی دو تا پراکندگی یعنی های پراکنده اینجا و اونجا آیا ارتشی که درست شده بود که حدود 16 سال هم حد اکثر قدمت داشت آیا توان روی, روی با ارتش بریتانیا و ارتش شوروی و احتمالا چون امریکا هم وارد قضیه شد بدن امکان رویارویی با اینا رو داشت یا نه همچین توقعی یه مقداری غیر منصفان است نه امکانش در نگاه اساسی که بخواد چنان مثلا چند ماه اونا رو دست به سر کنه که اونا آخر سر اصلا پشیمان بشن از حمله به ایران اون احتمال به صفر میل میکنه و اگر بیشتر از اونی که مقاومت کرد مقاومت میکرد یعنی مثلا رضا میگفتش که اوکی مالا تو هر جا که هستیم هر کسی سنگر میگیره حتی اگه لازم شد ایلات هم به کمک میاریم و یه جنگ نهایی باشون در همه زمینه ها میکنیم اون موقع اونا به شدت شروع میکردن کشور رو بمباران کردن و بعد از پیروزی نهاییشون که در اون شکی نبود ممکن بود فقط به جای اون دو سه ماه عقب بیفته بعد از پیروزی نهاییشون اون موقع در جور دیگری با کشور رفتار میکردن اون موقع دیگه کشور ممکن بود تجزیه کنن به چند تیکه <applause> چون مقامت کرد دیگه یعنی دقیقت نشون داده که کاملا یه جورایی تحیدلش سمپاتی داره با متحدین دمست. اون موقع ممکن بود کشور رو تقسیم کنن یه بخش رو بدن به شوروی یه بخش رو دیگه چون دیگه وقتی به بهانه اینکه تو مقامت کردی و طرف متحدین گرفتی دیگه بلاهای دیگر سرش می آوردن دمست. و افسون برای اینکه شرم با اینکه نیروی دریایی بریتانیا در خلیج فارس 100 درصد دست, دست, دست بالا رو داشت چون که نیروی دریایی ایران رو از میان برد می توانست راحت آسوده بنادر بوشه رو بندر عباس و خرمشهر اینا رو کاملا در اختیار بگیره و حتی امکان صادرات و واردات هم به ایران قطع بشه یعنی چیز اساسی که باید بره برای ایجاد درآمد یا بیاد قطع می شود. یعنی کاملا میتونستن از جنوب ایران رو ایزوله کنن این که عراق دست خودشون بود برای منطقه بین النهرین حیات خلوت بود اون ورم که هندوستان هنوز استقلال پیدا نکرده بود پاکستانی هم که وجود نداشت عملا کشور ایزوله می شد و قطعا همچنان که گفتی بعد از دو سه ماه به طرز خیلی فاجعه باری و با شاید یک فاجعه انسانی در کشور زمین می خورد ببین رضا اگر می که امکانش هستش که متفقین رو بیشتر از دو سال بتونه دست به سر کنه یعنی اگه تکامل صنعتی ایران به جای اون حالت بسیار بدوی و آغازینی که هنوز توش بود اه. مثلا 20 سال جلوتر می بود اگه رضا شاه 20 سال دیگه هم حکومت کرده بود و نمرده بود فقط پیر شده بود و با اون سرعتی که اون مرد می ساخت اه. ایران خیلی 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 جلو می رفت اون موقع برآورد می کرد که می تونه با این صنعتی که پیدا اومده و این ارتش که پیدا اومده که دیگه 15 16 سال هم نیست خدمت درست میکنه بلکه 30 سال و کاملا جا افتاده و میتونه با این با متفقین گلاویز بشه و متفقین رو دو سال توی مرزها دست به سر کنه جنگ های پارتیزانی باشون بکنه و بلا, بلا سرشون بیاره مقامت میکرد من رضا شاه اینجوری برورد میکنم درست من هم همین تصور رو دارم و بیچاره شون میکرد حتی اگر بدن کشور شکستم میخورد ولی میگو وقتی یه شانس سی درصدی هم برای پیروزی هست اون راهو باید بری ولی وقتی یه شانس پیروزیت کمتر از دو درصده چه منایی داره؟ نه نه اون چیزهایی که ببین من بار پیش عرض کردم ما روشن اندیش به اون حالتی که فرنگی ها تو این چند صد سال داشتن تو کشورو رو نداریم ما فقط آدم عصبی و روانی داریم که یارو یا پدرش نمیدونم ملاک بوده دیگه متنفره از اونا ایلاتی بوده میخواد سرشونو رو ببره قجر عصبی... بوده نمیدونم این بیابونای مدینه رو میپرستیده حالا اونو بعد سرکار سر انتخابشون گرفتن این خاور زمینی های مسلمون چیزی به نام نگاه دادگرانه و جویای حقیقت نمیشناسن اینا فقط اون نگاه رو میشناسن که کدوم نگاه مربوط به دکون شخصی من آه. الان خیلی از مثلا روشن فکرهایی که ما داریم که اومدن از انتقاد از محمد رضا شاه و رضا رو به،, 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 به کلان پیش بردن خیلی از گفتارها هم به ظاهر از دارای برخی منطق هست ولی وقتی سراسر گفتار رو نگاه میکنید درونش سسته و من خیلی از خودم پرسیدم که افراد تحصیل کرده چرا چنین میکنن با اون نگاه های آدمی که در آلمان بزرگ شده و این خاورزمینی مسلمون از نزدیک نمیشناسه ولی توی بررسی نزدیکتر به گذاره چند سال وقتی با آشنایی کردم با این خاورزمینی ها یعنی همین همیهنهای ایرونی خودمون دیدم که اینا تنها اصلی رو که تو زندگی تفلی ها میشناسن فقط دکون شخصیه درسته یعنی یارو متوجه شده که مثلا اگه الان من به یه حالتی محمد رضا رو به شدت انتقاد کنم بکوبم کوبم رضا شاه پشت سرش من میشم یه جور روشن فکر صالح در حقیقت قدیس و این برای من یه دکونیه درست در این باره آمد. کتاب می مسافرت می کنم، سخنرانی می کنم، از این حرفا هدف من این نیستش که واقعا بفهمم چه کاری زمان رضا شاه شدنی بوده و چه کاری شدنی نبوده برای همین هم حد... از کردم جان ما کلا تو تاریخ معاصرمون کتایی که آمدن به اصطلاح خواستن تاریخ نویسی کنن حالا خسرو معتز محمود طلوعی مسعود بهنود حسین مکی نمیدونم یک سیاهی است از اینها وقتی اینا رو میای نگاه میکنی واقعا کتاب رو که میخونی تموم میشه نخست این چیزی که به خودت میگی میگه حیف این کل ساعت یا هفتاد ساعت که وقت گذاشتم چون حس میکنی حتی طرف نخواسته حتی برای ادا اطفار که شده برای پز دادن هم شده یک جای یک نگاه درستی داشته باشه مرتب کیلوی نویسی فلی نویسی نوشته های سفارشی و وقتی آدم اینو میبینه واقعا افسوس میخوره و این تازه درباره تاریخ معاصر ماست این تاریخی است که خیلی از ما شاهدش بودیم پدران ما شاهدش بودن من راجع به 700 سال پیش و 3000 سال پیش صحبت نمی کنم و این خیلی دردآوره امروز اگر من و شما از ما بپرسن که برای دوره رضا شاه محمد رضا و این 40 سال پس از انقلاب چهار تا کتاب خوب به ما معرفی کن واقعا مکس باید بکنیم خیلی باید مکس بکنیم و این خیلی دردآور این نشون میده که همچنان که گفتی به اصطلاح منور و فکرها یه خط گرفتن که به دکانشون نزدیک همون رفتن پروروندن و بعد نه یکی نه سه تا شش تا هفت تا هشت تا کتاب نوشتن پشت هم از این نخست وزیر تا اون میخواست وزیر عناوینش هم اینجوریه دیگه از سید زیاد تا بختیار از اون تا کی از اون تا زمینی مسلمان چیزی به نام حقیقت یا بررسی یا سازندگی رو نمیشناسه مم. تنها چیزی رو که میشناسه فقط دکان شخصیه مم. این روشی که از اسلام یاد گرفته که بهش گفتن تو هر چقدر بری این رو سر ببری و اینا حالا ممکن اون کسی که داری سر میبری خیلی آدم بهتری بوده باشه تا تو مم. اون داشته سازندگی میکرده تو یه مش بیابونی بودی ریختی اونا رو کشی به بچه تجاوز کردی ولی اگه این کار رو بکنی الان میبردت پیش تو اون دنیا پیش کور روس روز بیا، که بگیم مم. کسی وقتی از کودکی به این عادت کرد این دیگه اصلا روان نداره مم. این اصلا دیگه وجدان نداره این تنها چیزی که میشناسه فقط یه دکون مالی خولیایی شخصیه مم. من فقط روی نکته اینجا پافشا دارم این به این معنا نیستش که اون روشن فکرایی که اومدن از مخالفت با رضا یا محمد رضا که اونا کلیم داشتن هر کدوم سر خودش ما که من گفتم مال محمد رضا میرسیم اون کم است این ربطی به این که آنالیز نکن من فقط این داستان دکون رو نمیفهمم آخه دکون چه ربطی به بررسی داره؟, داره اصلا یارو مثل اینکه هیچ گونه کنجکاوی نداره مهم. مادم به عنوان آدم پژوهشگر تنها نگرانیش تو زندگی فقط یه نگرانیه که اگه آدم پژوهشگر باشه آقا نکنه من فردا بمیرم و حقیقت رو ندونسته باشم یا از ترس این مسئله شب خوابش نمیبره حالا تو ما تو مالما آلمان دست کم زمین نه همه معجزه گرا اینجوری دیگه است ولی اونا مسئله شون فقط مسئله دکونه البته چیزی که میخواستم فقط بگم کسی گمان نکنه این یکی تاریخ نگارا که رضا شاه یا محمد رضا شاه رو بهتر برآورد میکنن اینا خیلی از اون یکی سالم ترن بخش بزرگ قربون صدقه هم که این یکی ها میرن به خاطر پیروی از دادگری نیست اینم دوباره یه خاطرات عواطف دیگری تو اون مسیر داره آدمی که داستان ها رو فقط از برای خود داستان برآورد کنه و چون میترسه که حقیقت از دستش در بره من تا رو توی خواهر زمینه نیدم مالا شاید یکی رو گشتیم پیدا کردیم با هم دیگه ولی اونایی رو که اونجا بزرگ شدن من ندیدم آخر سر خاطرات و عواطفشونه که اینا رو کنترل میکنه اگه خاطرات خوبی داشته بوده باشه از روزگار پهلوی دیگه کوشش میکنه همه چی رو بپیچونه که اونجا همه چی مثبت به نظر بیاد عواطف و خاطرات خودش جریه دار شده باشه دیگه به دیگه تا با دست خودشون رو خفه نکنه ول نمیکنه اینا بعد از اینکه مسلمان شدن من چند بار عرض کردم دیوانه شدن مم. روحشون و روانشون رو از دست دادن یه کالبد مرده است که درش فقط جنون نشسته حالا بریم سر ادامه داستان این مسئله به نظر من متفقین اومدن که اصلا کاملا مسخره است کاملا مسخره است مقاومت میکردن که بعد بزنن کشور در و داغون کنن بعد حالا یه مطلب دیگر هم این آدمای احمق پوزش میخوام اینجوری میگن فراموش میکنن عیز من من وقتی دارم میگم تا سال 44 خود متفقین شب از خواب از ترس خوابشون نمیبرد اون موقع رضا قبل از حمله متفقین بدون نتیجه جنگ چی میشه سال چهل اون موقع بدونه که چی میشه از کجا بدونه چه جوری بدون این مسائل به این دقت بدونه که از یه سال قبل شروع کنه به آلمانیا فوش دادن و فرش سرخ رو برای انگلیسی ها انداختن حالا تو تصور کن اصلا او همش ببین ببین این اینقدر بی این سخن که یه دوراه هست این دوراه هست ببین اگه اینجوری بگم اگه رضا علم قیب داشت جام جم داشت و قبل از خود متفقین میدونستش که جنگ چجوری میخواد تموم بشه و میومد فرش سرخ رو برای متفقین مینداخت او oh مای گاد اون موقع این مخالفاش و مصدقی ها و اینا تا روز رستاخیز نعره میزدن که نگفتیم این جاسوس انگلستان بوده <applause> تازه اگه جام جم رو میداشت اون جام جمعه که کس نداشت خود متفقین هم نشدن هر شب ترس خوابشون نمیبرد بعد اون موقع این اومده وسط رو نگه داشته گفته من که واقعا نمیدونم چه خبره این مستشار آلمانی رو ما نیاز داریم من نمیتونم اینا بنزن بیرون فقط روی که تکیه کنم بعدم وانگهی اگه اینا شروع کردن تو تمام جبه ها فک این متفقین رو خورد کردن به من قبلا با اینا حداقل روابط رو نداشته باشم خب چه بلای بعد اینا با این لشکرهای شکست نفذشون سر خود من میارن آمالا درست. اصلا در مورد مسئله ما صحبت نکنیم اصلا سنگین بذار بدیم به این که رضا شاه یعنی شهر, شهر بره بیست ما تو دو نشست پیشین در مورد برخی از مردان سیاست در دوره رضا شاه سخن گفتیم و کارآمدی چند تا از اونها هم خیلی پسندیدیم مثل داور و تیمورتاش و علی اصغر حکمت و از چند تا از اونها سخن رفت دو تن از این شخصیت ها درست روزهای پس از شهری بره بیست در تهران به نظر من حرکت از خودشون نشون میدن که بسیار در خور ستایشه هنگامی که متفقین پافشاری میکنن که رضا شاه از کشور بیرون بره و به تبعید بره و به جزیره سموریسیشون در اقیانوس هند تبعید میشه در همون زمان خب طبیعتا فروغی که به خست وزیری از سوی رزاشا گمارده شده بوده میکوشیده که ولیهد جوان محمد شاه آینده رو ببره به مجلس شورای ملی قسم بخوره و ولیهد 22 ساله رو به شاهی برسونه الان قطعا ما اسنادی داریم که خود بریتانیا به فروغی پیشنهاد میکنه که شما این کار رو نکن و ما خیلی مایلیم که جمهوری موقت اعلام بشه و شما رئیس جمهور موقت ایران بشید و پس از جنگ هم ایران به صورت یه جمهوری بمونه پیشنهادم به خود فروغی میدم که فروغی رد میکنه در مورد دیگری که من سندی ندیدم ولی چندین بار گفته شده چون خواب شوروی ها اصلاشون زیاد بیرون نیمده این بوده که در تهران شوروی ها پیشنهاد مشابهی رو میکنن به ساید مراقی سفیر ایران در شوروی بود در زمان رضا و رجل استخانداری بود او هم نمیپذیره که ایران جمهوری موقتی بشه که با پشتیبانی شوروی ها او رئیس جمهور موقت بشه هر دو اینها میگویند که مردم از شاه جوان استقبال میکنن و به صلاح کشوری که نظام پادشاهی در ایران بمونه جمهوری که تو شرط جنگ به ایران تحمیل بشه قطعا پشتش تجزیه به همراه خواهد داشت خب این دوتا هم یکیشون یعنی هر دوشون در حقیقت از رجال سیاسی اواخر دوره رزاشا هستن که در دوره محمد رزاشا هم نخش بازی میکنن چون کمتر صحبت شده بود خواستم بگم که همچین نگاهی هم داشتم متفقین که اصلا بسات پادشاهی رو جمع کنن در ایران به بریتانیا خیلی مشتاق بود که با اعلام جمهوری یه بار برای همیشه این قضیه رو تمومش بکنه و فکر میکنم حرکتی که مردم کردن شاید ناخداگاه در اینکه ماشین ولید جوان رو رو دست ببرن تا مجلس شورای ملی که ایشون بره اونجا سوگند بخوره و پادشاه ایران بشه که خب طبیعتاً با برنامه ریزی فروغی و دیگران هم بود یه جورایی میخو محکم کوبید که نه این ولید جوان طرفدار داره مردم دوستش دارن و شما کار به وضعیت سیاسی ایران برای آینده نداشته باشید کشور بذارین پادشاهی بمونه چی در این باره میاندیشی خب اونجا که هر کسی داشت سودای خودش رو از کشورهای متفقین یه جورایی برنامه‌ریزی میکرد تنها کسی که فعلا سودای روشن داشت فقط آمریکایا بودن اونا تنها نگرانشون اون بود که فقط فعلا آلمانیا جنگ نبرن بر برنامه دیگری فعلا نداشتن و در داخل خود ایران هم مجموعه ای از کارگزاران دولت که بودن، حالا روحشون در زمان مشروطه شکل گرفته بود و با زمان رضا هم نیمه دومش هم زیاد خرسند نبودن اما آدمای مستقلی بودن تو اندیشیدنشون اینا خب اونایی که رضا شاه به ویژه به گذار زمان برای خوش دستشین کرده بود اینا بعدن کار آمد از آب در اومدن و مایل این نبودن که کشور بعدن به باناناس ریپابلیک تبدیل بشه <تص> ام بعدم همه مشتاق بودن که هر چه زودتر محمد رضا شاه بیاد و دوران او آغاز بشه چون از هنگام ولیعهدی که از سوئیس بازگشته بود با 17 سالگی تا هنگامی که متفقین بریزن تو ایران 4 5 سالی که گذشته بود هر کی باش ارتباط داشت خیلی ازش راضی بود و همه میدیدن که آدم وظیفه شناسیه تو ملات روحیش توی سوئیس ریخته شده از پدرش هم که اون انضباط رو یاد گرفته و برخلاف پدر اونجوری چیز نیست روحی پادگانی نداره حالا من در مورد خوب و بدش صحبت نمی کنم شاید اصلا یه کسی مثل رضا با اون سیستم دگنک و پس کردنی و اینا اگه ادامه میداد شاید به ایران بهتر بود من نمیدونم ولی چون محمد رضا اینجوری نبود و یه روحی دموکرات معابی داشت همه خیلی دوستش داشتن و بعدشون نمی اومد یعنی آوازش پیچیده بود خب مثلا خود حتی جان مصدق هم اون نجات داد دیگه موقعی که دستگیر بود و اینا رفت پیش پدرش بابا چرا هر کسی رو که اینجا یه اندیشه مستقلی داره آخه چرا شما سرش رو, رو آب میکنید اینم که نشد که ایشون فقط برهان میاره برهان میاره و برهاناش هم ممکنه تلخ باشه برای شما ولی اساسیه و با پدرش صحبت کرد و اونو رها کرد این خاطرات خب این, این گزارش ازش رسیده بود که اینجوریه و همه بعدشون نمیمد که بیاد سر کار ببینش آدم های میهن دوست و اساسی که میگفتن خب یارو دیوونه انگلیسیه میخواد مثلا از این کشور ما اینجا باناناس ریپابلیک درست کنه من میخوام اینجا ثباتش ادامه پیدا کنه در درجه اول این فکر تو سر فروغی میگذشت و اینا این اون ترانزیشن و اون ترارفت رو چیز کردن پدید آوردن به ادامه محمد رضا شاه انگلیسی هم خیلی فشار نیاوردن خودشون هم درست مطمئن نبودن گفتن حالا ببینیم اگه اینا کوتاه بدن که دیگه یه جوری وابسته ترش میکنیم اگر نه با همین محمد رضا شاه ادامه میدیم بالاخره اینا یه کشور شکست خوردن ما هم اشغالشون کردیم اینا چیزی که برای انگلیسی ها فقط تو اون لحظاتی که به ایران ریختن مهم بود این بود که یک مقدار اون شاه نو رو تحقیر کنن و بهش بفهمونن که توازن قوا یونینا چجوریه <applause> سر اون داستان معروف بود که وقتی که محمد رضا بهشون گفت خب حالا پدر منی که فرستادی تبعید و خودم که اینجا رو گرفتید و ما زوری پیوستیم به متفقین ما میخواستیم خونسا بمونیم در حقیقت حالا که ما دیگه زوری به متفقین داریم میپیوندیم دسته کم بذارید ما میهماندار شما باشیم که الان اومدید برای کنفرانس در تهران و انگلیسی ها و آمریکایی حتی نپذیرفتن این رو میخواستن محمد رضا شا رو مجبور کنن که او بیا تو سفارات متفقین و تحقیر بشه یعنی <applause> این مطلب براشون ببینید برای انگلیسی ها مهم بود که به محمد رضا شا نشون بدن که شما یک کشور درجه سه هستید و خیلی پررو نشید اگه زمان پدرتون هم در حال رفتن به استقلال بودید این به این حالت ادامه پیدا نکنه یه همچین این که اینو محمد رضا شا هم خیلی به دل گرفت این رفتار اونا رو تو همونجا بود که اتفاقا ام ام چیز استالین از فرصت استفاده کرد و اومد دیدار کرد با محمد رضا شاه و یعنی بهش احترام گذاشت درست سودای خودشو داشت می‌خواست تیکه دیگر رو بعداً بکنه ببره محمد رضا شاه چون آدم ملایمی بود و خیلی جوانم بود 22 سال از خیلی جوان بود و پدرش هم با اون وضع برداشته بودن برده بودن و با این آغاز سخت همش در شک به سر می برد که آیا من مثلا از پس این مسئولیت برمیام یا آخر له خواهم شد و اینجا مثلا معلوم نیست که به کدوم مسیر میره پدرش تو سالهایی که این از سوئیس برگشته بود تو اون چهار پنج سال که بود و زیر دست پدر خدمت میکرد و به بازرسی ارتش و کارهای دیگه برگماشته بود پدرش نه خیلیش اساسی تربیت می کرد اگه روانشاد رضا شاه به اون شیوه نبرده بودن و ده سال دیگه مونده بود و با اون سرعتی که اون داشت می ساخت و با اون جدیتی که او داشت ادامه میداد و بعد تحویل میداد به پسرش اصلا سرنوشت ایران نجومی یه چیز دیگری میشد نجومی yes. خب اون حالا اتفاق افتاد دیگه آدم تقصیر رضا شاه و اینام نبود یا متفقین تقصیر این بود که ایرانی ها زمان صفوی در خواب پسر سر می بردن yes. شما وقتی خیلی دیگه صبر کنی رو به قبل دراز باشی یه هم که یکی پیدا بشه که بخواد یه کارای بزرگی برات بکنه که دیر شده درست دیر شده حالا بگذریم از اون بعد محمد ازش این ترس های بسیار رو داشت که این سرنوشتی این کار ما چه خواهد شد و امیدوار بود که تا اندازه هم با متفقین بشه ساخت هم امنای مذهبی رو که زمان پدرش لگت شده بودن اونها هم یه جورایی بالاتر نیمه متمدنانه برگردونه و باشون یه کامپرامیس پدید بیاره که آقا شما بالاخره مال این کشور هستید فقط مثلا تند روی نکنید و از طرف دیگه با متفقین بعد از جنگ ارتباطات اقتصادی ایجاد بشه ببیشه با آمریکا برای اینکه پروستای صنعتی تو ایران آغاز بشه و کنار همه این مسائل ایران یه دموکراسی 60 درصدی هم داشته باشه برخلاف زمان پدرش خب 5 درصد هم نبود <تص> چرا محمد رضا شاه دموکراسی 60 70 درصدی میخواست و نه 100 درصد سر همین که 60 درصدی و 100 درصد نیست این مال جپ ملی بعدا میخواستن گلوش و فشار بدن مم. که میگفتن چرا 100 درصد نمیکنی چرا همون 60 65 درصد میخوای محمد رضا شاه بر این باور بود که کشور ما هنوز اون ثبات رو نداره حالا پدر من دیگه با اون سیستم دگنک کار میکرده ما اون قبول ندارم اون با 95 درصد زور کار میکرده ولی من میخوام یه اتفاقی بیفته حتی اگه مجلس داره کار رو میکنه حتی اگه نخست وزیرا این بار دیگه دموکراتیک و مستقل و اینا هستن ولی من میخوام کنترل ارتش دست کم دست من بمونه <applause> این همکاری ارتش و شاه بنیاد اون دوران استبدادی رضا شاه بود دیگه برای اون تکیه میکرد محمد رضا شاه هدفش استبداد نبود از این ارتش ولی میخواست با داشتن ارتش دو سه تا کار انجام بده یکی اینکه یهو شب نخوابن صبح شب ببینن مثل این کشورای عقب مانده خاور است که از اینکه کودتا میکنه بله این از این کودتاهای عجیب و غریب که بعدا تو سالهای 50 تو تمام کشورهای همسایه و اینا عراق و اینا انجام شد از اینا اونجا اتفاق نیفتید چون خودشم میدونید که خب خ... همی روح همیهناش روح توسعه یافته و جاافتاده نیز نیست آدمای جاهجو و احمق و اینا مثل ریگ دم دریا بسیاره الان تئوریای ما رو نداشت در مورد خاور مسلمان ولی اینتویتیو زیادم خوشبین نبود بهشون میگفت هنوز باید توسعه روحی پیدا بکنن یعنی معدبانه حتما اینجوری به خودش میگفت گفت ارتش اگه به کنترلش دست من باشه اینو سنت رضا شاهی ادامه پیدا کنه اینا هر روز تو پادگان نمیدونم دعا میگن تندرستی شاه رو و وفاداریشون و احساساتشون و عواطفشون به شاه جوری تای باناناس ریپابلیکی گرفته میشه دو با همین ارتش من یه مقدار یه مقدار میتونم به نخست وزیرها و اینا یه خورده فشارم بیارم اگه دیدم خیلی دارن دیگه لفت و لیست میکنن خیلی بیخیالن یه خورده فشار میارم و به تکامل کلی کشور یه خورده مسیر میدم مه. چون اگه شما این سیستم های خاور زمینی مسلمان رو کاملا دموکراتیک به خودش بده کنید که میشه پاکستان درست طرح محمد رضا شاه طرح خیلی اشتباهی نبود خیلی اشتباهی نبود ولی خیلی خیلی زود الان نه خیلی خیلی زود هم ولی یه چند سالی که گذشت اون یکی ها که بر این باور بودن که مشروطه به دست پدرش لگت مال شده و الان هر چه زودتر باید یه دموکراسی صد درصدی بازگرده با یه خشم بسیار بزرگی رو به میراث پدرش رو و رو خودش باش طرف شدن تو فرایند پیش از 28 مرداد که اونو بعد بعدا تو دوره بعدی آماده سازی کنیم سالها ها... بر اساس بر بنیاد قانون اساسی مشروطه شخص شاه فرمانده کل قوا بود در نتیجه توقع شاه از اینکه باید نیروهای مسلح زیر نظر او باشد چیز خلاف قانون اساسی نبود من فکر می کنم که حالا بعدا خواهیم دید ولی هنگامی که مصدق رفت و گفت که اختیار ارتش هم باید با من باشه و با من وزیر جنگ هم باشم با حفظ سمت که نخست وزیرم اونجا در حقیقت یک طبقه فراقانونی بود که مصدق پیدا کرد که البته خب هنوز نرسیدیم ولی بطور کلی فرمانده کل اغباب. حالا مثلا در بریتانیام که دیگه 100 درصد دموکراتیکه با ملکه است حالا ملکه هیچ وقت استفاده نمی کنه از حقش یه چیز نمادینه حتی به نیرو هوایی نیرو دریاییش هم میگن رویال ایر فورس رویال نیوی فورس یعنی مال خانواده سلطنتی است در این زمینه فکر می‌کنم یه مقداری توقعات اون عده که اون دو دهه نخست با محمد ها شاه در افتادن دست کم در زمین نیروی مسلح غیر منطقی بوده ببین از نظر دموکراسی مطلق بعدا تون درگیری که شد حق با مصدق بود اون چون میگفتش که درسته که شاه فرمانده کل قواز و اعلان جنگ و اعلام آشتی یا صلح او امضا میکنه ولی مثلا آخر سر یه وزارت دفاع یا جنگ هست که اون امورات روزمره ارتش رو کنترل میکنه اه. و رؤسای ستاد مشترک و اینا به وزیر دفاع و به وصل اون آخر سر به نخست وزیر پاسخ میدن که چه خبره اه. و بعد مصدق و یارانش میگفتن که این ارتش که محمد رضا شاه باهاش دیکتاتوریش رو برساخته بود خب این تمام انتخابات در روستاها ولایات و اینا رو هم هر جور که میخواد به همراه میری دستکاری میکنه که اون نتیجه که باید بیاد بیرون بیاد بیرون و همه اینا هم زمان رضا اینجوری بود ما در مورد دیکتاتوری بودن زمان رضا شاه صحبت نکرده بودیم که درش حرفی نیست بلکه در مورد صحبت میکردیم که این راه دیگری بوده اون اونو صحبت میکردیم که یعنی میگم در موردش صحبت نمیشه و محمد رضا میخواست اینو ملایمش کنه همه میزان سوء استفاده ها کاسته بشه همه چی کلا یه خورده شفافتر بشه یه خورده بهتر بشه ولی کنترل ارتش با اینکه شاید حق قانونیش با نخست وزیره تا 60 70 درصد 80 درصد دست خودش بمونه برای اینکه از این میترسید که چون این کشور ثبات روحی نداره و آدماش توسعه روحی از نیافتن شب میخوابی صبح پا میشه نخست وزیر بعدی کودتا کرده و یا مثلا دیگه اهرم دستش نیستش که به دولت های فشار کلی بیاره که به طرف سازندگی برن اگه برخی دولت کارشون لفت و لیست و این دیوونه بازی و اینا شد که تو این کشورها رسمه باید. یعنی به عنوان یه اهرم نسبی میخواست ازش بهره برد کنه دعوایی که بعدا با مصدق در گرفت سر بود که مصدق گفت نه 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 اینجا رو ما دموکراسی مطلقش میکنیم و من به شما ضمانت میدم که همه چی هم عالی کار خواهد کرد <applause> شرم جان یک کشوری هست مثل مثلا امریکا وزیر دفاع که بهش میگن دفنس سکرتری در حقیقت همه کار است و اوست که فرمانده پنتاگون یعنی رئیس ستاد ارتش رو تعیین میکنه و فرمانده نیروها رو برمیگمارد و وزیر دفاع برگمارده شده از خود رئیس جمهوره در ایران مانند بریتانیا رئیس ستاد ارتش رو شخص اول کشور تعیین میکنه یعنی حتی ارتش بریتانیا هم همینطور ملکه حکم میده وزیر دفاع نمیده وزیر دفاع نماینده ارتش تو کابینه است در ایران هم من فکر میکنم بر اساس قانون اساسی مشروطه وزیر امور بودن وزیر جنگ وزیر جنگ حضور داشت ولی وزیر جنگ انتخاب نمیکرد رئیس ستاد و رئیس ستاد با انتخابش با برگزیدنش با شخص شاه بود نه درسته آلا. که تو ایران هر 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 وقت از این دعوا در میگیره صحبت تو درسته که داستان خیلی زود عصبی و مطلق میشه ولی در این حرفی نیستش که در یک کشور جا افتاده مثل انگلستان در اونجا رؤسای نیروهای گوناگون نظامی بیشتر با نخست وزیر کمیونیکیت میکنن تا با ملکه درسته. اون سال یه بار هم نمیبینن کاراشون رو با این تیم میکنن بود همه کارهای دیگه شونو. در ایران محمد رضا این یکی رو نمیخواست تحویل بده برای اینکه از آینده یه کشور توسعه نیافته میترسید درست اگه این یکی رو هم تحویل به رئیس وقت بده با اون عصبیتی که تو مغز این خاورزمینی ها هست اینا هر روز یه بسات، یه خیمه شب بازی پیاده میکنند و من بهش حق میدم تو این مورد درست منم اگر جاش بودم همه راه با مصدق میرفتم ولی این یکی رو تحویل نمیدادم حالا هر چقدر که مصدق دادی بیداد میزد با اساش رو در دیوار میکوبید این یکی رو بهش نمیدادم اه. اینجا رق با محمد رضا بود ولی با این خاورزمی کسی نمیشه حرف زد که اون یه تصور م... مطلقی تو مغزش داره ببین خدا نکنه فقط یه هوی لحظه مثلا قانون یا مسائل رسمی طرف اون باشه. اگه نباشه میگه باید عمل استثناء کنیم مثل بعدا خود مصدق بود که همش با اختیارات تام و اینا حکومت میکرد که حالا شبه قانونی بود ولی در حقیقت لگام همه رو گسسته بود اگه به نفع خودش نباشه میگه باید بهش خم کنیم که به نفع من باشه اگه قانون اون لازم به نفع اون باشه دیگه چطور میکنه نره زدن میگه دیدی اینا قانون اجرا نکردن اصل مطلب اینه که اینی که دست کم کنترل ارتش رو شاه داره ولی اینکه همه چی رو تحویل دولت بده تا 90 درصد اونو من برای ایران اون موقع قبول دارم اون کار مصدق غیر منطقی بود که اون بخشم میخواست بگیره نه. و هیچ مزوری بعدی هم نداشت ما بعدا بهش میرسیم نه. مشکل مصدق نمیدونم قوام هر کدوم دید میخواد حتی اون وریاشون اقبال نه. مشکل تمام این خاور ها فقط عصبی بودن و در خود زندانی بودنه باهاشون دو کلوم حرف منطقی نمیتونی بزنی نه. من باشون کوشش کردم بعدا خب من باشون تماس نداشتم بعدن تو فرنگ و تو بزرگسالی 7 8 10 سال اینا الان باشون تماس دارم تو این دستگاه های اپوزیشن بیرون از کشور یا فرنگش خیلی دشواره باشون سخن گفتن یعنی واقعا دشواره و از منم آخر سر غیر ممکنه حالا اون ولی داستان دیگه است که بهش میرسیم درست یک رخداد که کمتر به چشم اومده در همون هفته های نخست در هنگامی که بعدا کنفرانس تهران تشکیل میشه پس از شهر بر روی میده و اون این است که موقع که سران متفقین در تهران هستن فروغی نخست وزیر وقت از اونها میخواد که تعهد بدن که حد اکثر شش ماه پس از پایان جنگ نیروهاشون از ایران بیرون ببرن و انقدر روی این مطلب پافشاری میکنه که هم بریتانیا هم شوروی و هم امریکا اینو امضا میکنن و میپذیرن و همین هم اتفاقا ابزاری میشه در دست دولت ایران برای اینکه جنگ به پایان میرسه امریکا و انگلستان خارج میشن و وقتی شوروی خارج نمیشه ایران بر پایه همین شروع میکنه فشار آوردن که شما تعهد دادید ظرف 6 ماه باید خارج بشه 6 ما رسیده و شما باید آخرین سربازاتون از ایران بیرون ببرید که حالا میرسیم به جنگت بعدا فرقه دموکرات در آذربایجان اینا ولی نکته جالب در اینجا شهرام اینه که ما یه حرکت عقلانیه بسیار درست خردمندانه از سوی نخست وزیر ایران میبینیم داره پیش بینی میکنه که جنگ که تموم میشه پس لاقل ما از اینها تعهدی بگیریم که میرن بیرون ام. و همون هنگام من روزنامه های اون هنگام دیدم خب مطبوعات آزاد بود هر که هرچی میخواست به نخست وزیر هم فوش میداد درست پس از شهر بره بیست دیگه این در باز شد و رسانه های آزاد که البته واقعا الان بعضی این قدیمی هاشو میتونید ببینید از روی اینترنت اگه پیدا کنید شرماور از سطح نازل گفتگوها و مباحث فهاشی میکنن به نخست وزیر وقتی یعنی به فروغی که این پذیرفته که تا پایان جنگ اینجا متفقین بمانند این خائن وطن فروشه و این حتما خودش نوکره یعنی کاملا یه نفری که نشسته مثلا در طبقه سوم یه خیاط خونه داره بر خودش مقاله می که در روزنامه به عنوان سر مقاله چاپ بشه روزنامه تو همین حد بود اون موقع توقع داشته که همون آن با اردنگی نیروی متفقی وسط جنگ از ایران برن بیرون و چون نخست وزیر گفته اینا باید پس از پایان جنگ خارج بشن یعنی تا آخر جنگ باید بمونن و با این خیانته اینگونه حملات آدم های حالا یا سطحی یا نفم یا به قول تو مجنون و دیوانه به یک حرکت خردمندانه یک دولت مرد تو بهبوه شرایط حساس ایران نشون میده شهران ما تو دهه های طولانی این گرفتاری رو داشتیم یعنی فقط گرفتاری سال 56 و 57 که بهش خواهیم رسید نیست درست تو بهبوی آزادی مطبوعات بیجه که بیدن پشتیبانی بکنه از این تصمیم درست شروع میکنن فهاشی و این نشریات متاسفانه الان برخیش اسکن شده هستش ببین این یه بحث خیلی ابسترکتی خواهد بود که ما پس از این که... یعنی در دوران محمد رضا شاه اینو موازی با سخنانمون خواهیم داشت و پس از پایان به عنوان براهنجش یا ابسترکشن ممکنه فقط دو سه نشست درباره این نکات سخن بگیم که ملات روحی این قوم کلا آیا از درونش میشد کامیاب شد یا محکوم به نابودی بود آخر از اونجور که شد این یه بحث بسیار ابسترکتیه بحث بسیار براخیخته ایه. اما من در همین جا یه مقدار پیش آماده سازی کرده باشم که کامیابی یه قوم به تناسب نیروهای عصبی و مالی خولیایی با نیروهای خونسرد و خردگرا توش باز میگرده در کشورهای پروتستانت از همین نژادهای جرمنی که انگلستان بود و آلمان بود و بعدم رفتن اروپا آمریکای شمالی تا موقعی که این نرم افزار پروتستانتیزم رو ذهنشون واقعا نصب بود و اون فضیلت های رفتاری تا همین سی چهل سال پیش ما به چشم خود رو میدیدیم که خردگراها و خونسردها چیرگی مطلق دارن بر عصبی ها و دیوانه ها ولی ما تو 15 سال گذشته داریم میبینیم که تو خود آمریکای شمالی اروپا شمالی این تناسب داره بریزه به هم یعنی شما میبینی که کمی انتخابات اخیر آمریکا دیدی و شما میبینی که تو مال خود اینا هم یه قانون یونیورساله وقتی اون تناسب میریزه به هم دیگه اصلا دموکراسی اصلا انجام پذیر نیست افراد عصبی میشن مالی خولیایی میشن هر کی میخواد گلی اون فشار بده اصلا ما در این انتخابات اخیر آمریکا گذشت اصلا دیگه اصلا دموکراسی اصلا دیگه حاکم نبود این صدای اونو میباس اون صدای اینو بس. این به اون فوش خار مادر میداد اون کی میخواست اینو خفه کنه یعنی آدم وقتی نگاه میکرد احساس میکرد به مکزیک داره نگاه میکنه یعنی داره به اون نزدیک میشه مم. و این با آدم این احساس رو میده که پس همین روش های پیشرفته هم که این اروپا یاد داشتن پیاده میکردن 400 سال گذشته به این و فقط تا هنگامی انجام پذیره که اون پیش بایست های روحی روانی فرهنگی تو اون قوم باشه حتی یه قومی هم که اینو پیش در داشته وقتی آغاز میکنه به از دست دادن میبینی که پایداریش میرزه به هم مم. مم. حالا تو مال ایران به همدلله دیگه بعد از اینکه اسلام هزار سال رو مخزن کار کرده بود ما توی مدلی حدود چه میدونم شاید مثلا هزار درصد بدتر از اونی که تازه آمریکایی‌ها توش هستن بودیم و هستیم و با این آدمایی که اینجوری عصبیان و اینجوری مالی خولیایین و اینجوری تو خوشون زندانی از اون چجوری می میخوای چون دموکراسی اونجا برپا کنی تو به مجرد اینکه اون روزنامه رو باز میکنی کار اینا خواهد شد برای همدیگه حتی تاکی کردن پشت هم پرونده درست کردن گلوی همدیگر گرفتن دوشنامای رکیک بم دادن چون یارو در درون خودش زندانی و در قلیان میزنه تو این جنون خودش تو اینجور کشورها دموکراسی برپا کردن خیلی دشواره اگه اصلا شدنی باشه بدون داشتن پیش نیاز فرهنگی سوفتوری به ظرافت دموکراسی نمیتونه کار کنه نمی، نمیتونه کار کنه حالا ما بهش سپستر میرسیم میگم خود اروپا و آمریکایی که داشتن الان که دارن از دست میدن داره میریزه اون سافت ور ظریفه دیگه درست کار نمیکنه این مال ایران هم همینه تو اونجا یه مش مالی خولیای بیابون پرست چی میگم الله پرست داشتی روانی خب این از فردا بهش گفتن که تو میتونی واسه خود روزنامه بزنی و هر کی میخواد فوش بدی اون نچش چی خواهد شد خب این اصلا, اصلا, اصلا فکر آرمان های بزرگ و نمیدونم سلامت روحی جامعه و ثبات نیست این هر حساب خورده, خورده که با امسایه گرفته تا ده خدا نمیدونم تا میرزا فقط میخواد اون رو تصویر کنه اول از همه و این وضعیتی بود که ما بعد از رفتن رضا شاه تو مطبوعات پیدا کردیم و بعد در بعد از اون دوازده سال هم دیگه همونی شد که شوربختانه آخر سر شد و آغازش هم همینی بود که به مجرد اینکه خب رضا شاه رفت خورده باستر شدن و شروع کردن کار کردن حالا یه کسی ممکنه بگه بله ما البته در انگلستان هم نمیدونم اگه یک کسی میمد یه قرار دادی مثلا میبس که زیاد جالب نبود همین مثلا هشتاد سال پیش موقع که اینا دموکراسیشون از دموکراسی بود نه اون سیرکی که الان هست اونجا هم برخی میومدن توی روزنامه میگفتن تریتا نمیدونم فلان درسته ولی بعض تناسب صحبت کردن ممکن بود پنج تا دا دارن نره میزنن تریتا یعنی خیانتکار هشتاد درصد میدیم معقول دارن گزارش میدن 15 درصد هم ولی اون وسط نیمه نیماش است مم. ولی اون چیزی که ما تو اون دوازده سال داشتیم تا اینکه بیسته هشت مرداد بشه به همده لا ولمن نه و پنج درصد جنون در, در, در نابترین حالتش بود و حساب های نشده پنج درصد هم اگه آدم آقل بود تو سراش بعد درست اونجا واسه چی خیلی ملکی بدن دادن شد میرسیم شرم جان چون بسید. زمان به پایان رسیده نشست آینده حتما وارد این بحث بسیار مهم خواهیم شد دو نکته بسیار کوتاه ولی مهم پایان فرستادن کارها تو اون زمانش پنج اسفند ماه برای مسابقه شاهنامه یا به این نشانی ایمیل بزنید شاهنامه ایران شهر at yahoo.com و بگید که میخواید در مسابقه شرکت کنید اگه کاری دارید که میخواید در مسابقه شرکت داده بشه و اونجا اگه لازم بشه بهتون توضیح داده میشه شاهنامه ایران شهر yahoo.com و برای همیاری برای برگزاری بیشتر و بیشتر برنامه های جنبش رونسانس ایرانی در تلویزیون که برحال حزینه های نسبتاً قادر توجهی با خودش به همراه داره خواهش میکنیم که تماس بگیرید و در صورت امکان کمک بکنید تارنمای ما هست iranianrenaissance.com iranianrenaissance.com اونجا روی به بخش همیاری یا دونیشن میتونیم بریم و با کردیت کارت یا پیپر همراهی کنید از دوستانی هم که آمدن و همراهیشون به ماهانه انجام دادن یعنی گذاشتن رو اتومات و هر ماه یه مبلغی 20 دلار 50 دلار 70 دلار به حساب جنبش میزن بسیار بسیار سپاس گذاریم شهرام جان پس بریم تا نشست آینده بریم نشست آینده بدرود. ادرود. خدا نگهدار